خدا و با عرض سلام و خسته نباشین خدمت تمامی شما بیننده های عزیز، امید صحتمندی و سلامتی شما خوبان را دارم و همچنان تشکر از اینکه تلویزیون تیوی چراغ را بر تماشا انتخاب کردین و باز هم به برنامه خودتون یعنی برنامه بوستان عافیت شما را خوش آمدید میگم و همچنان طبق معمول ما دکتر صاحبای معزز با خود مهمان می داشته باشیم و در ارتباط با موضوعات صحی شما عزیزان میپردازیم. اگر در لابلای صحبت ما کدام سوال نزد شما عزیزان بیننده خلق میشه میتونین که از طریق شمار تماس برنامه ما با ما به تماس شوین. شمار تماس برنامه ما هست 0730 700 730 و همچنان از دریچه یوتیوب برنامه خودتان را دنبال بکنین و نظریات و پیشنهادات نیکتان را با ما شریک بسازین. و امروز هم خوشبختانه با ما دکتر صاحب معزز دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی با ما هستند که ایشان متخصص نسایب ولادی هستند و پیرامون کرونا و خانم های باردار و حامله با ما صحبت خواهد داشتن. سلام دکتر صاحب معزز، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما نگینه جان، قند خدمت بینده های محترم تلویزیون. امیدوار هستم که روزای سرد زمستان با گرمی خانواده های خود در خانه سپری بکنن و بدور از امراض مختلف که آب و هوا اندازه ملوث است بدور از امراض باشن، صحتمند باشن و برنامه را امروز تماشا بکنن. سلامت باشین. و خب باید دکتر صاحب موضوع رو یادآوری کردم، موضوع کرونا و خانم های حامله هست. در نخست میپردازیم در ارتباط با اینکه کرونا چی هست، تعریف از کرونا داشته باشیم. نگینه جان، قسمه که مدت یک سال یا بیشتر به این طرف پاندیمی کرونا جهانگیر شد و تمام جهان به چالش کشید و تا به حال هم ادامه داره و موج دوم کرونا وقتی که ظاهر شد بسیار زیاد مشکلات را در تمام جهان حتی در کشورهای بسیار پیشرفته به وجود آورد. در قدم اول یک تعریفی از کرونا می داشته باشیم. دوستا گرچه معلومات بسیار کافی شاید داشته باشن از طریق میدیا بار بار در موردش گفته شده، بازم میگیم که کرونا یکی از امراض ویروسی است. مثل دیگه امراض ویروسی یک ویروس است، از خاندان مرس و سارس است. مثل انفلوئنزا بیشتر اوقات سبب امراض مثل ریزش میشه، مثل انفلوئنزا میشه و بالاخره سبب ایجاد مشکلات تنفسی در افراد میشه. سیر مرض در تمام افراد تقریبا یکسان است، ولی در افراد که سن بالاتر دارن و افراد که آسیب پذیرتر هستن سیر مرض بیشتر و شدیدتر می باشه. به می ترتیب انتقال مرض، در مورد انتقال مرض ما صحبت می کنم. انتقال مرض در یک فردی که مصاب کرونا است ممکن است که از طریق مدفوع و از طریق طرق تنفسی از امو حبابا یا امو هوایی که از طریق دهانش مثلا خارج میشه، بخاراتش ممکن است که انتقال بکنه و همین بخارات که از طریق تنفس از فرد انتقال میکنه یا این ممکن است در سطوح مختلف جا بگیره، به می ترتیب از طریق سطوح مختلف به افراد دیگه انتقال بکنه، از طریق دست در افرادی که مثلا به یک سطح ملوث دست میکنن از طریق دستشان وقت به چشم خود تماس بگیرن، به دهن خود به تماس بگیرن، از طریق غشای مخاطی ممکن است که به فرد انتقال بکنه. یعنی بیشتر انتقال مرض از طریق انسان ها به انسان ها می باشه. و متاسفانه در افغانستان واقعات کرونا تقریبا قرار ایسایی که من چند شب پیش از طریق تلویزیون شنیدم تقریبا 54,000 نفر تا بال افراد مصاب ما در افغانستان داریم که متاسفانه 2500 نفر در این مرض جان خود است که بسیار زیاد آمار بسیار بلند است و امیدوار هستیم که مریضایی که فعلا مصاب کرونا هستند زودتر شفایاب شوند، صحتمند شوند و کسایی که صحتمند هستند بسیار متوجه خود باشن، خصوصا افراد کلانسال و خانمهای حامله که موضوع ما شما هم خانمهای باردار است. خب دکتر صاحب در ارتباط با خانمهای حامله صحبت کردین، سیرش در نزد خانمهای حامله چی بود بوده و چی گونه هست؟ گرچه نگینه جان در افراد در خانمها گفته شده خانمهای باردار که عینا مثل افراد دیگه سیر مرض است، یعنی اتونیست که خانمه که باردار باشه بسیار زیاد مساعد باشه به اینکه کرونا بگیرش، ولی وقتی که خانم حمل میگیره نظر به تغییرات فیزیولوژیکی که در وجود خانم به وجود میاد بعضی
امی تغییرات که وجود میه، یک سیستم معافیت خانم نسبت به خانم حامله نسبت به خانم که حمل نداره پایان تر است. یکی بله دیگه ای که خانم که باردار است او امی تغییرات فیزیولوژیکی که آمده، خصوصا وقتی که رحم سایزش کلان میشه یا معجم تر و کلان تر میشه، این سبب ایجاد یک فشار بالای تمام سیستم های وجود خانم خصوصا بالای شش میشه و سبب میشه که امو به حساب تبادله گازات که سابق به شکل بسیار منظم و درست و به مقدار کافی خصوصا جذب اکسیژن دست توسط شیشه و بالاخره توسط دوران و بالاخره انتقالش به دوران بیشتر بود، او کمتر میشه و این سبب میشه که یک خانم حامله در مقابل هر نوع مرض تنفسی حساس تر باشه و یک مرض تنفسی یا یک مرض که سیستم تنفسی را به حساب مورد تهاجم قرار میده بسیار سیر شدیدتر داشته باشد. چنانچه نظر به تحقیقات که صورت گرفته در سابق پیش از اینکه کرونا مثلا به وجود بیاد، امراض مرس و سارس که بود، بسیار سیر شدید وقتی که خانم حامله مصاب میشد مشکلات تنفسی نزدش بسیار سیر شدید داشت و به می شکل ارگاه خانم حامله مصاب کرونا میشه، اگر مشکلات تنفسی نزدش ظاهر میشه، شاید سیر مرض در حالت که خانم مصاب مشکلات تنفسی میشه بسیار شدید باشه، یعنی عسرت تنفسی بسیار شدید داشته باشه، شاید تب بسیار بلند داشته باشه و به می ترتیب هر قدر یک مرض سیرش بسیار بلند باشه، بسیار حاد باشه، بسیار شدید باشه، اختلالات شدید هم می داشته باشه. بله بله. خب دکتر صاحب تشکر، سلامت باشین و در ارتباط به درجه بندی صحبت بکنین. این که آیا اگر یک فرد که مصاب به کرونا هست سیرش به تمام افراد یک اندازه است یا هم فرق میکنه؟ نگینه جان، از نظر درجه بندی کرونا به درجات مختلف از نظر سیرش از نظر کلینیکش تقسیم شده که یک درجه خفیفش است، یکی درجه است که اصلا او رو خفیف ما گفته نمیتونیم. مریض مصاب کرونا است، یک ناقل صحتمند است، خودش صحتمند است ولی تست کروناش مثلا انجام داده مثبت است و میتونه مرض انتقال بده به افراد دیگه. باز شکل به حساب متوسطش اگر بگوییم که مریض مثلا اعراض داره، مثلا گلون درد است، اس زایقیش از بین رفته، تب داره، یک تب خفیف داره، جاندردی و کسالت و خستگی داره به این شکل و عسرت تنفس نداره. باز شکل شدیدترش است که مریض در جمله از که مثلا تب داره، درد عضلات داره، سردردی داره، گلودردی دردی داره، اس زایقه و بویایش از بین رفته، در پولی از خفیفن عسرت تنفس داره، یعنی مشکلات تنفسی به شکل نمونیا یا به شکل سینه و بغل شاید نزد فرد موجود باشه. شکل شدیدترش که همین اعراض دیگه مکمل نزد مریض موجود است ولی عسرت تنفس به شکل شدیدتر نزد فرد، یعنی فرد میگه که سینه‌ام تنگ تنگ میشه، نفسم قید میشه. و شکل بسیار شدیدش یا شکل بحرانیش که حالت است که از حالت که عسرت تنفس شدید نزد مریض موجود بوده از او گذشته و یک حالت بسیار شدید عدم کفایت تنفسی نزد مریض به وجود آمده، در پولش مثلا مریض بسیار تب شدید داره، درد بسیار شدید اعضا خصوصا درد عضلات داره و ممکن است که تعداد ارگانهای دیگه هم از باعث هجوم انتان و میکروب و یا اختلالاتی که از باعث مشکلات تنفسی نزد فرد به وجود آمده به وجود بیاید و مریض حتی ببره به طرف مرگ. خب سلامت باشین دکتر صاحب. در ارتباط به اختلالات البته مشکلات ویروس و کرونا نزد خانم های باردار صحبت بکنین و همچنان کوتاه اشاره بکنین که آیا مادر یک ناقل هستی که ویروس کرونا رو برای کودکش انتقال بده و همچنان در جریان پروسه شیردهی آیا ممکن است که از طریق شیر به کودکش سرایت بکنه و هم خیر؟ نگینه جان، اختلالات که کرونا در زمان حمل برای خانم به وجود میره، در قدم اول قسم قبلا گفتیم اوقدر مثل دیگه افراد است، مثل افراد جوان یعنی مصاب شدن به کرونا در خانمای حامله مثل افراد کلانسال نیست، یعنی افراد که کلانسال هستند بسیار زیاد مساعد به مصاب شدن و سیر بسیار شدید مرض هستند، ولی در خانمای باردار مثل افراد معمول مثل ما و شما واره، خصوصا افراد جوانه که مقاومتشان بالاست به او شکل است. ولی چون سیستم معافیت یکم پایان است، وقتی که خوب است که یک فرد خود بسیار زیاد
محافظت بکنه همگی و خانم عامله همچنان. و ولی وقتی که یک خانم عامله مصاب میشه، خصوصا در آخر عمل، ممکن است که سیر مرض بسیار شدید باشه در آخر عمل. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه قسم قبلا گفتیم چون سیستم تنفسی مریض مورد تهاجم قرار میگیره و مشکلات تنفسی نزد فرد با وجود میه، خانم عامله در آخر عمل حمل به حساب رحمش یا بطنش کلان میشه، بازم امو فشارهایی که هست بالای سیستم تنفسی و بالای ششا و دیگه قسمت ها وارد میشه و این سبب میشه که قبلا هم گفتم که سیر مرض بسیار شدید باشه. و گپ بسیار مهمی است که در صورت که یک فرد مصاب خانم عامله مصاب کرونا میشه و تب نزدش سیر میکنه، تب شدید، بسیار ریسک بالا داره تب شدید اگر خانم نداشته باشه. بخاطر که تب ممکنه سبب پرترم لیبر نزد خانم شوه، سبب مشکلات دسترس تنفسی نزد طفل شوه و از باعث فیتال دسترس ممکن خانم بره به طرف سزارین یا سزارین شوه یا عملیات شوه. و یا ممکن است اگر خانم در مراحل ابتدایی حمل قرار داشته باشه یا در اوایل حمل باشه، تب شدید سبب سقط جنین و حتی سبب انومالی های نیورال تیوب دفکت نزد خانم های باردار شود. به این خاطر تمام افراد باید زیاد متوجه خود باشند. ولی در صورت که یک خانم باردار در یک خانه موجود است و یک فرد از افراد در خانه مصاب کرونا هست، باید بسیار زیاد به دقت متوجه باشند که همین خانم مصاب نشه. اگر مصاب میشه، او اهتمامات لازم به شکل درست باید نزدش اتخاذ شود، توجه بکنه و متوجه باشه که تب خانم بسیار شدید یا بلند نره و مشکلات تنفسی نزدش ایجاد نشه. و خاطر از اینکه مشکلات تنفسی و مشکلات را قبلا ذکر کردیم به وجود میره و تب هم سبب حتی سقط جنین در مراحل ابتدایی، سبب انومالیا و در مراحل اواخر حمل، سبب استرس طفل و سبب پرترم لیبر، سبب پاره شدن قبل از وقت جیب یا پرام نزد خانم عامله شده میتونه. به این ترتیب در زمانی که خانم باردار می باشه و مصاب کرونا می باشه، یک تعداد مراقبت های بسیار جدی ضرورت است که باید داشته باشه. در قدم اول هر فردی که مصاب کرونا است باید تجرید شود، باید جدا از دیگر افراد در خانه قرار بگیره و اگر درد داره، تب داره، پرستمول بگیره و مایات کافی باید استفاده بکنه، بخوره، استراحت کافی داشته باشه، از غذاهایی که غنی از پروتئین ها و ویتامین ها و منرال هاست باید به شکل درستش استفاده بکنه و امو سوتو و صاحی گره که زندگی میکنه یا تجریش قرار داره باید زدفونی بکنه. ما امو مثلا چیزایی را که استفاده میکنه، سامان لوازم یا مثلا گیلاس و قاشق و بشقابی ها را باید همیشه زدفونی شد، پاک شد تا افراد دیگر را نگیره. این مسائل اگر مد نظر گرفته شود، ممکن است که مریض به بسیار خوبی به شکل درستش مریض امو مشکلات کرونا را طی بکنه و فایاب شود. به می ترتیب در مورد شیردهی گفتین، در صورت که خانم ولادت میکنه و مصاب کرونا است، گرچه در چین در مراحل ابتدایی که کرونا به وجود آمد، وقتی که یک خانم که ولادت کرده مصاب کرونا است، طفلش بر 14 روز از پیش تجرید میکردن، او را جدا میموندن و بعد از 14 روز باز بر مادر او را میوردن. ولی تحقیقاتی که در انگلستان صورت گرفت نشان داد که تجرید کردن طفل از مادر نه تنها برای طفل فایده نداره، بلکه مضر هم از قرار که دوستای ما شاید برنامه را تعقیب کرده باشن، همیشه ما گفتیم که شیر اول مادر که امو فله و کلستروم است، آوی ایمونوگلوبولین است، آنتی بادی است که در مقابل امراض مختلف، خصوصا مقابل امراض تنفسی طفل وقایه میکنه. و خوشبختانه وقتی که یک مادر مصاب کرونا می باشه، در جریان که به طرف خوب شدن میره، آنتی بادی های به مقابل مرض کرونا چی میشه تولید میشه در وجودش و ای از طریق شیر خوشبختانه انتقال میکنه بر طفل. وقتی که طفل رو میگیره، این آنتی‌بادی ها در وجودش اما تا سالم و صحیح موجود از دوران خونش و طفل مکمل در مقابل مرض کرونا وقایه میکنه. برن در صورت که مرض کرونا به شکل بسیار شدید در یک مادر سیر نکرده باشه، بسیار خوب است که مادر با پوشیدن ماسک، با شستن دستای خود به شکل متواتر، حتی شستن روی خود و دست خود طفل بگیره و شیر بده.
ولی اگر سیر مرض بسیار زیاد شدید می باشه، مریض بسیار زیاد مشکل شدید تنفسی می داشته باشه، در این حالت باید حداقل توسط کارکنای سی حتما این مریض خود شفاخانه بستر است، باید همو شیرش کشیده شود توسط شیرکش و شیر بر طفل داده شود. یعنی از مزایا و خوبیایی که شیر اول مادر داره یا فله یا کلستروم داره یا شیر مادر در مجموع در هر مرحله که طفل شیرخور است داره، باید طفل مستفید شود و از او بله محروم نشد. به می ترتیب انتقال مرض را گفتیم که آیا در اطفال از مادر وجود داره یا نداره. تحقیقات که صورت گرفته تا به حال اثبات نساخته که یک مادر که مصاب کرونا است وقتی که طفل در بطن شست یا در شکمش است او سبب مصاب شدن طفل شود. هیچ اصلا تا به حال در این مورد تحقیق به دست نامده که نشان بده که حتما طفل که مادر که مصاب کرونا است طفلش هم وقتی که به دنیا آمده مصاب کرونا است. ولی یعنی حتی مایع امنیوتیک هم وقتی که معاینه کردن دیدن که انتان کرونا در مایع امنیوتیک مادر هم وجود نداره، یا و همچنان در مرحله که طفل ولادت میشه از طریق کانال ولادی از اینا اصلا مصاب کرونا طفل نمیشه، الا که مریض بسیار زیاد به شکل شدیدش میکروب داشته باشه، یک انتانات حاد تنفسی داشته باشه و طفل هم به آغوش بگیره و همون مراقبت ها لازم انجام نده، ممکن است که طفل بازده حالت مصاب کرونا شد. سلامت باشین دکتر صاحب معزز. بسیار در ارتباط به ویروس کرونا و مادر حامله و همچنان نگهداری از طفل بسیار معلومات عالی و دقیق را کردین. تشکر، سلامت باشین. زنده باشین. و همچنان تشکر ازی که تشریف آوردین، ما را خیلی خرسند ساختین. سلامت، تشکر. بیننده های عزیزی بود داشتهای قسمت برنامه که دکتر صاحب معزز، دکتر صاحب سمیرا شهیر رحیمی با ما بودن که البته در ارتباط به موضوع کرونا و خانمای حامله و باردار و همچنان حتی در مرحله پروسه شیردهی با چه کارهای لازم را انجام بدن بسیار معلومات عالی و دقیق را کردن. انشالله که بر شما خانواده های عزیز و مادران گرامی مفید واقع شده باشه. فعلا هم یک رفت و برگشت کوتاه داریم در بخش بعدی برنامه، ما را تنها نگذاریم.